اصفهان آقازاده حاجی تولا برای من نقل کرد. در احوال باباش گفت حاجی چند بار مریض شد تا سی سی او هم رفت، هر بارم میرفتیم میگفت بابا نترسید الکیه، اینو شوخی میکنن، من هیچ طورم هم نیست برم میگردم. گفت خانه برگشت، یه سری خیلی سفر طبعی که دیگه فوت شد رفت دیگه با اون حالت باقی نمانده از دنیا رفت، گفت چند روز قبلش تو خونه ایشون در بستر بود و ما میومدیم از بابا خبر میگیریم. گفت یه روز اومدم در به منزل صبح، هم صبحونه بخوریم هم احوال حاج آقا رو بپرسیم، گفتیدیم یک جوونه ای دم در و ما که زنگ در رو زدیم، گفت منو دید دارم زنگ میزنم و میخوام برم تو. گفت آبا حاجی چه نسبتی داری؟ گفتم پسرشونم چطور؟ گفت من آمدم حاجی رو ببینمش. گفتم حاجی مریضه، حالا حوصله آمدن دم در نداره. گفت حالا سلام ما رو بهش برسون، بگو حامل یه پیغامم براش هستم، اگه بیاد پیغام رو من خدمتشون. گفتم خب حالا بفرمایید. گفت نه فقط خدا حاجی. گفت آمدم تو دیدم حاجی نشسته رو تختش، قلم و کاغذ دستش داره مینویسه. گفتم بابا چی مینویسی؟ گفت هیچی، اسم یکی از مداحان اصفهان رو برد. گفت ایشون گفته یه چند تا شعر قدیمی میخواد، من از اون شعرهای قدیمی دارم چند تا رو مینویسم برای ایشون بدم. گفتم یک جوونه ای آمده دم در حاجی کارت داره؟ گفت بهش میگفتی حال و حوصله ندارم بابا، نمیتونم دادم در برم. گفت حاجی میگه پیغام برات آورده. منم گفتم بگو پیغام. گفت خدا حاجی رو بگو بیاد. به حاجی پیغام رو میگم. گفت پلرم بلند شد، عبا رو دوشش انداخت، کلاه رو به سرش گذاشت، گفت آمد دم در. جوونه چشش به حاجی افتاد، گفت بغلش کرد، سر و صورت آرو بوسید، پیشونی رو بوسید. گفت حاج آقا من همین امروز صبح دارم از کربلا برمیگردم. گفت پدر ما دوباره اونو بغلش کرد، سر صورتشو بوسید، زیارتت قبول. گفت اما گوش کن، یه پیغام برات دارم. من با خانومم، پدر خانومم، مادر خانومم، پدر مادر خودم اومدیم، هفته گذشته عروسیم بوده، رفتیم کربلا، این هفته جفت جور کردیم، از قبلش همان کردیم بریم کربلا زیارت سید الشهدا. اما من یک خوابی دیدم که ناگزیر شدم سفرم رو ناتمام بذارم، ترسیدم دیر بشه، گفتم بیام پیغام رو بهت بدم. گفت حاجی هیچ مطالب رو که شنید، گفت اصلا یه حالی شده بود. گفت چه خبره، چه پیغومی آوردی؟ گفت حاج آقا دیشب نه پریشب من بعد از اینی که زیارت امام حسین رفتم، تموم شد رفتم هتل شامم رو خوردم، بعد دقایقیم رفتیم خوابیدیم، تو عالم خواب دیدم اومدم تو حرم امام حسین علیه السلام. گفت وارد شدم، شب ما رفتیم زیارت خلوت بود، شب تو خواب شلوغ، جمعیت مثل ایام اربعین شلوغ. گفت جمعیت رو شکافتم به هر شکلی بود، خودم رو رسوندم پای شش گوشه، حوالی شش گوشه امام حسین دیدم یک جوان قد بلند عربی واستاده، عمامه رو به حالت تحت الحنکی هم باز گذاشته واستاده. گفت این جمعیت میگه فاصله بگیرید، داره مهندسی میکنه. جلوتر آمدم دیدم چند نفر دارن قبر میکنن، او داره مهندسی میکنه. اینجا رو گوترش کن، مراقب باش اونجا رو بیل اضافی نزنی. گفت چنان گرم بود که من تو همه و شلوغی که تو عالم رو هرچی گفتم آقا 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 متوجه من نشد. دفعه ششم افتم گفتم آقا، یه نگاهی کرد گفت بله چی میگی چیکار داری؟ اینقدر سر شلوغ بود بهم. گفتم چیکار دارید میکنید؟ فرمود دارم قبر درست میکنم، قبر دارم میکنم. گفتم برای کی دارید قبر میکنید؟ فرمود حاجی تولا رو چند روز دیگه میخوان بیارن، داریم جاش آماده میکنیم. از خواب بیدار شدم، گفتم آقام. فرمود چند روز دیگه، نگفت چند هفته دیگه. ترسیدم دیر بشه، به خانوادم گفتم شما بعدن بیاید، من رفتم اصفهان. گفت تا یه حرفو شنید، گفت اشکهای پدرم همینجور جاری شد، تو محاسنش نگاهی کرد به این جوون، گفت خسته نباشی. مدت ها بود منتظر ای پیغام بودم. گفت بعدشم که خداحافظی کرد دست منو گرفت آورد تو، گفت بابا آماده باش، نگفتن چند هفته دیگه، چند روز دیگه، ما خلاصه میخوایم بریم، هر کار دارید خودتون میدونی. آزاده ایشون نقل میکرد گفت ارغوم جولیده آمده بود منزل پدر ما، ما هم پیش خدمتی میکردیم، خودم با دوتا گوشام از جولیده شدیم. جولیده برا بابام گفت خواستگار برا دخترم آمد، خدا رحمتش کنه، حظ مالی آنچنانه ای نداشت،
حظ مالی آنچنانی. گفت هر خواستگار رو به یه شکلی ردش میکرد، به یکی میگفتیم سنش هنوز کمه، به یکیش میگفتیم هنوز داره درس میخونه، هر کی آمد به یه شکلی ردش کردیم. گفت آقا یه خواستگار آمد که اگر ردش میخواستم بکنم من ظلم به حق فرزندم کرده بود. نظیر ایجور خواستگارا کم به خلاصه اتفاق میفته، همه امور و شرایطش 20-20. خب ولی این جواب دادن مستلزم اینه که یه سلسله هزینه ها رو هم آمادگی داشته باشم انجام بدم. من دارم جواب میدم به خواستگاری که برای دختر من آمده. خب وقتی جواب میدی هزینه های بعدی هم داره. گفت جواب رو دادم، زنم گفت خب حالا چیکار میخوای بکنی، به کی میخوای بری رو بزنی، دستتو پیش کی میخوای دراز کنی؟ گفت به عیالم گفتم پیش هیچ کسی نمیرم، دستم هم دراز نمیکنم جز یه نفر. گفت کیه؟ گفتم میرم خدمت حضرت رضا. گفت زنم گفت خیلی خاطر جمع میگی. گفت بهش گفتم حاج خانوم ده به ای آقا رو تا حالا که ما شنیدیم اینجوری بوده، هر کی براشون شعر گفته رفته خدمتشون شعرش رو خوانده، امام رضا کسی رو دست خالی رد نکرده. من امشب تا صبح نمیخوابم، یک شعری رو برای این خانواده میگم، فردا صبح میرم برای امام رضا میخونم، سلش رو میگیرم میارم خرج زندگی. گفت تا صبح نخوابیدم، شعر رو گفتم، بعد نماز صبح رفتم حرم حضرت رضا، بالا سر واستادم، همینجور که تو جلساتم برنامه شعر اجرا میکردم و میخوندم، البته با یه خورده صدای پایین تر که مزاحمتی برای زائری حاصل نکرد. گفت رو به ذریع مطهر واستادم، گفتم آقا دعبل خاند بهش عنایت کردید، کمیت پیش جدت خاند بهش مرحمت کردید، سید همیری برای امام صادق خاند، ما هم داریم خدمت شما میخونیم. گفت شعرم رو خاندم تموم شد، گفت جولیده، گفت سرم رو انداخته بودم پایین منتظر سله حضرت رضا بودم، سرم انداخته بودم پایین، با ایمان راسخم خوندم که این آقا میده. گفت همینجور که سرم پایین بود مثل این بسته های نخود کشمشی که گاه میارن تقسیم میکنن در حرم بین زوار، پارچه سبز رنگی دورشم بسته، یکی از جانب ذریع حضرت سرم پایین، گفت پرت کرد صاف افتاد بین این دوتا پاهای من. گفت دور و برم رو نگاه کردم، نمونه دوم نبود، جلو پای من افتاد، هیچ کسی دیگه متوجه نشد، من متوجه شدم. گفت برداشتمش، به حاجی تولا جولیده گفته بود، بازش کردم دیدم 5 تا سکه داخلشه، 5 تا سکه طلا. گفت حیرت کرده بودم، به بغل دستیم گفتم خواب نیستم. گفت نه آقا خواب چی چیه، روبروی امام رضا علیه السلام میداری زیارتت رو میکنی. گفت سرم آوردم بالا، گفتم آقا به خدا آنچه که در السنه احادیث گفتن درست. سراج الله فیخ. یه رفیق داشتم خدا بیامرزتش، از خوبان تهران بود، این جلسه ذکر صلوات پنجشنبه تهران و از بنیانگذاراش بود، 40-50 سال این جلسه و اون حدیث کسا رو ایشون میچرخون. به من گفت جوانی رفقای من یه شب منو بردن دربند، هر طرف میچرخیندن ما رو بزنن زمین، خدا کمک میکرد نمیشه. یه شب گفتم میخوام بریم بابا کباب بخوریم، یه شیشلیک بخوریم دیگه، بردن ما رو دربند توی خونه، غذا آوردن، غذای مفصل، شیشلیک و کباب و غذا رو خوردیم، نشسته بودیم با لباس راحتی، یکی رفقا گفت بیای توی اتاق کارت داره، منو برد تو اتاق، خودش رفت بیرون در از پشت قفل کرد، از اتاق بغلی یک زن زیبا اومد تو، زیباترین زن آلوده اون روز تهران رو 70 سال پیش آورده بودن که دامنم رو به گناه آلوده کنن، منم جوان بحبوحه شهوت نفس، خدایا چه کنم، پیراهن و زیر شلواری تنم بود، پاییزم بود، هوا سرد، در رو وا کردم رفتم رو ایوان، از ایوان بالای دیوار، از بالای دیوار پریدم پایین، می دویدم در بند و سراشیبیشو پایین، هر ماشینی هم رد می شد، ماشینم موقع کم بود، منو می دیدن دست نگر می داشتم، فکر می کردم من دیوانم، چون نمنم بارونم می اومد، با پیراهن و زیر شلواری، هوای سرد. خونش میدون قیام بود، میگفت تا میدان قیام اون شب پای برهنه اومدم، وقت رسیدم خونه از سرما تب کردم، نمازم رو خوندم، خوابیدم، در عالم رویا هاتف غیبی ندا داد به خاطر ترک نفس دیشب خیر دنیا و آخرت بهت دادیم، دیشب تو خریدیم. از عاشق غلامرضا یزدی رضوان الله
تعالی علیه از علمای مهذب یزد بود که ضرب المثل ایشون میرفت مشهد، تو راه رسید به یه روستایی از کبیر طبس، دید اینا حمام ندارن، مسجد ندارن، صحبت کردید خیلیشون حمد و سوره بلد نیستن. عاشق به اهل قافله گفت برید مشهد، من میمونم. هم رفتن یه ما طول میکشه. عاشق تو امیر قافله ای، عالم قافله ای، فرمود امام رضا راضی ترم من اینجا بمونم، به اینا حمد و سوره یاد بدم. طفلیا مسجد ندارن، حمام ندارن، برای غسلشون مشکل دارن. امام رضا نوکر میخواد. قافله رفت مشهد، یه ما مشهد بودن، یه ما تورا بودن، یه ما برگشتن اومدن. دن عاشق غلامرضا مثل یه عمله وایساده با این مردم، آجرها رو هم گذاشته، یه حمام درست کرده، یه مسجد براشون درست کرده، حمد و سوره های اینها رو بهشون یاد داده، احکام دین رو براشون بیان کرده. عالم خالص، عالم خالص. وقتی هم مشهد میرفته در حرم وارد می شده، یه زیارت می کرده، می اومده زیر پای حضرت رضا، صحن نو، حالا میگن صحن آزادی بهش، اونجا این بزرگوار که سکوی براش می ذاشتن، شروع می کرده مردم رو تربیت کردن و منبر رفتن. تکی کلامش هم این بوده که امام رضا زائر لوس نمخواد، امام رضا نو کر می خواد که این زائرینی که میان حرم امام رضا دین یاد بگیرن، دین بیاموزن. چه سرمایه خوبیه این سرمایه خلوص، اخلاص. عالم برای خدا بره، برای خدا بگه، طمع دنیا نداشته باشه. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه وقتی طلبه ها میخواستن ماه رمضان محرم برن برای تبلیغ، چند دقیقه برشون صحبت میکردن، میفرمودن آی طلبه ها میرید برای تبلیغ، حرفی از دنیای مردم باهشون نزنید. مردم دنیاشون رو دوست دارن، اگه حرف دنیا باهشون بزنی دور جمع نمیشن، دینم یاد نمیگیرن. زحمت کشیده پولشو در آورده، کشاورز رعیت، تو اول میری حرف دنیا باهش میزنی، خب دور جمع نمیشن. آیت الله بروجردی فرموده بودن شما برای خدا برید، دین یادشون بدید، احکام بگید، اخلاق بگید، درس دین بهشون بدید، مصیبت امام حسین براشون بخونید، دورتون جمع میشن، خدا هم به دل اینها میندازه، خدا رزاقه، روزی تو هم خدا تأمین میکنه. این خیلی مهمه که انسان نظرش دنیا نباشه، اگه خلوص باشه که همه کارا درست میشه دیگه. یه آقای از پولدارای شهر گفت آقا یه شب یه معامله سنگینی کردم، معامله بالاخره میلیاردی، بعضی‌ها دیگه ثروت‌ها دیگه اصلا نجومی شده. گفت معامله که کردم اون شب یه خواب نداشتم. گفتم حالا نکنه این جنسای ما رو که فروختیم یه وقت پول برنگرده، چکا پاس نشه، بدبخت بشیم. برید واقعا عجب بعضی ها زندگیشون گرفتار دغدغه و استرابه. میخره ناراحت، میفروشه ناراحت، میخره کلا سرم نرفته بتونم پولشو بدم، میفروشد پولش گیرم بیاد از دستم نره. گو آقا هر کاری کردم خوابم نبرد، مثل مرغ سرکنده. گو ساعت 1:30 بعد از نیمه شب تابستون از خونه زدم بیرون، دیدم خوابم نمیبره، مثل آدم های روانی. گو آمدم تو خیابانه قصرده، شروع کردم راه رفتن، همین تو داشتم قدم میزدم، او دوانه اقدر راه بریم که تنمون خسته بشه. ولی گاهی اوقات تنها خسته است اما روح مضطربه، روح آرام نیست. گفت سر یه کوچه ای دیدم یه کسی کارتون پن کرده، یالو کی بود نمیتون، یه آدم بی خانمانی. گفت توی پیچ کوچه ای کارتون پن کرده بود، خوابیده بود رو کارتون، یک خورناسه ای هم میکشید. خواب عمیق، خواب اصحاب کف چرت من است. نه بالشی زیر سرش بود، نه مثلا بستر گرم و نرمی، نه تخت آنچنانی، نه پتوی، رو کارتون خوابیده بود، همچه خواب خوشی هم بود. گفت من یه 10 دقیقه ایستادم بالای سرش، نگاهی ای میکردم و حسرت خواب ای میخوردم. الله اکبر. گفت یه 10 دقیقه نگاهش میکردم، گفتم خدایا ببین، ما فکر میکنیم خوشبختی تو خانه بزرگ و مثلا رفاه و پول زیاده، همه چیز داریم ولی خواب نداریم. این هیچ نداره ولی یه خواب خوبی رفته که من حاضر بودم برای این خوابه شاید میلیون ها پول بدم. چرا بعضی ها اینجوری هن؟ چون پایه ایمانشون ضعیفه، فکر میکنه این ثروتی که اومده دستش مال خودشه. ولی بعضی هم هستن متمکنن، ثروتمندن، یک ذره وابسته نیستن. داریم این گونه ثروتمندا، خدا بهش داده، زیادم داده، ولی ذره ای وابسته نیست، راحتم میخوابه، اعصابش هم راحت.
آماده برای رفتن. میگه اینا همش هم امانت. میگن آقا زندگیت به باد رفت. میگه انا لله و انا الیه راجعون. دنیا رو به عد دادن، انا لله و انا الیه راجعون. مرد وقتی اسم تقوا میاد همه یاد مسجد رفتن و صف اول نشستن میافتن. تقوا یعنی اخلاق، تقوا یعنی رعایت حال دیگران، تقوا یعنی رعایت حق الناس. من این نمونه تقوا رو میخوام به شما نشون بدم. یکی از رفقای ما تو اصفهان از دوستان خود ماست، یه مسجدی داره. میگه آقا تو مسجد ما یه پیرمردیه، تو تمام این دنیا به این بزرگی یه دوچرخه که مال 30 سال پیش بود با یه خورجین، غیر ای دیگه هیچی دیگه نداره، از این بساطی هست. میگه آقا یه اتفاقی افتاد، من فهمیدم ای پیرمرد فقیر آسمون جله بیچاره چقدر با تقواست. میگم باید یه اتفاق بیفته تا آدم خودشو نشون بده. گفت یه روز زور ایشون اومده بود مسجد ما، یکی از رفقا اومد تو محراب، گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت یکی از این معتادا محل، حالا یکی دوز ناشی، اومده چرخ این پیرمرد رو دزدیده. همه میدونستیم بیچاره وضعش بده. خود من این قرار ناراحتم که یا امام زمان این حالا سکته میکنه، چون تو دنیا فقط پچ پچ افتاد تو مردم و همه فهمیدن غیر خودش. نماز که تموم شد صداش زدم، گفتم آقا حالتون چطوره؟ مکم نرفته اما به احترام ریسه بید. گفت الحمدلله. گفتم که میدونی که خدا هر کسی یه جور امتحان میکنه، یه وقت نعلینی منو میبرن، یه وقت ماشینی منو میبرن، یه وقت گوسفندی که میبرن، یه وقت دوچرخه تو رو میبرن. گفت کدوم بدبختی میاد دوچرخه منو ببره؟ گفت خب یه مردن ها، من فکر داشتیم باش حرف میزنیم ودیم تو حیات، یه نگاه کردید که دوچرخش نیست، همم دارن بهش نگاه میکنن. به من گفت که قایمش کردی. دست درد نکنه. حالا ما شوخی میکنیم با رفقامون، اما دیگه چرخ دزدی که نداریم. گفتم من گفتم که چرخ دزدی؟ گفت تو رو خدا شوخی نکنی. گفتم والا بردن. گفتم جون من هم. گفتم به خدا بردن، با خورجینش هم برد. گفت آیو من کار دارم، تو رو خدا اذیت نکنی، این چرخ منو بیاری. مردم گفتن والا بلا بردن. گفت راستی بردن؟ یعنی بردن؟ خب بله دیگه بردن. حالا همه منتظریم که چیکار کنه؟ بگیر. سکته میکنی شما؟ چیکار باید بکنه؟ ناله کنه، نفرین کنه، گریه کنه. میگه با تمام این تفکرات که ما داشتیم، علارغم اصلا نگاه ما به این پیر مرد فقیر این بود، تا مطمئن شد راستی راستی بردن و شوخی تو کار نیست، با ایستاد رو به قبله. گفت خدایا به خودت قسم من راضیم، نوش جونش، خوش و حلالش، من راضیم، من راضیم، از شیر مادر براش پاکتر پول این چرخی که میره میفروشه باید. ما فکر کردیم شوخی میکنه. آخه دیدید بعضیا از رو لج میگفتن یه بنده خدای خیلی مشکل داشت، هم میگفت خدای پس کی بدادی من میره سینا؟ هم که داشت میرفت تازه افتاد تو یه چاله، پاشم شکست. خب وقت تو چاله که افتاد و هم میگفت خدای شکره 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 چرا اینجوری شکر میکنی؟ که خودش میدونه یعنی چی. ما فکر کردیم اینجوری داره شکر میکنه، دیدیم نه، میگه از شیر مادر حلالتر، از لقمه پاکتر پاکتر. دیدیم چرا؟ شوخی میکنی؟ گفت نه آج آقا، او بدبختی که اومده چرخ منو برده از همین گنده دوزه بوده، یقینا چرخ منو میره، حالا از اصلش 20 تومن نمیارزی، میره 10 تومن میفروشه، 10 تومن یه 4-5 تومنش رو مواد میگیره، آخر یه 2 دونه نون برای زن بچهش میگیره دیگه. من اگر بگم راضی نیستم، این لقمه ای که تو خونه بره میشه حروم، لقمه حروم وقتی تو شکم آدم بره، یه دوز به دوزا جامعه اضافه میشه. من دلم نمیخواد جامعه ما بدتر از اینی که هست بشه به خاطر یه چرخ ناقابل ما. چرا میگم راضی نیستم؟ میگم راضی هستم که یه دوز به دوزدا اضافه نشه. زود دست به نفرین نشید، زود به سینتون نکوبید، زود طلب مرگ برای مردم نکنید، مالتون رو حفظ کنید. من نمیگم حفظ نکنید، فردا نیاد کسی بگه آقا من موتورم رو اینجا نبستم دزدیدن، بسم الله خودت بده، من به من مربوط نیست. نه برو 4 تا قفل بزن. اما اگر یکی اومد 4 تا قفل دو شکست و برد، زود نگو لا تریلی بره، تیکه تیکه بشه، چنین بشه، چنان بشه. اینا یه گوشمالیه،
تقوا یعنی این که آدم زود دست به نفرین نشه، تقوا اینه که آدم دست به فوش نشه. به امام سجاد گفت مکارم اخلاق چیه؟ گفت هیچ، اگه کسی کمکت کمکش کنی، فهمون که وظیفته. گفت پس مکارم اخلاق چیه؟ فهمون اگر کسی فحشت داد فحشش ندی، ظلمت کرد ظلمش نکنی، محرومت کرد محرومش نکنی، قطع رابطه کرد تو باش قطع رابطه. اینو میگن مکارم اخلاق. خدا به حق زهرا لباس تقوا به هممون بپوشه و به هممون بپوشه.